بینندگان عزیز، برنامه رو با چند خبر کوتاه ادامه می دهیم. دسته مرجع عالی قدر آیت الله العظمی سید صادق حسینی شیرازی با برگزاری مراسم ذکر توسل به خاندان عصمت و طهارت علیهم السلام به فعالیت های خود در ایام حج تمتع 1445 در مکه مکرمه پایان داد. استقبال از نمایندگان مراجع عظام تقلید، شخصیت‌های دینی و فرهنگی و عموم حجاج بیت الله الحرام و همچنین پاسخگویی به مسائل شرعی و اعتقادی زائران، برپای مراسم توسل به اهل بیت علیهم السلام و اقامه نماز جماعت از فعالیت‌های بعثه مرجعیت در ایام حج امسال بوده است. تیم تحقیقاتی سازمان ملل متحد تایید می‌کند که قتل عام اسپایکر نسل کشی با اثرات بلند مدت است. در دهمین سالگرد کشتار پایگاه هوایی اسپایکر، تیم تحقیقاتی سازمان ملل متحد تأکید کرد که این قتل عام به منزله نسل کشی بوده و تأثیرات جدی و بلند مدتی بر خانواده قربانیان و کل جامعه عراق دارد. این تیم تحقیقاتی در بیانیه‌ای تأکید کرد که شواهد جمع‌آوری شده در سال‌های گذشته ثابت می‌کند که قتل عام اسپایکر در آن هزاران دانشجوی نظامی توسط گروه سنی‌های تندروی داعش به شهادت رسیدند. طبق استانداردهای بین‌المللی نسل کشی محسوب می‌شود. مقامات آمریکایی هشدار دادند که سودان با خطر قحطی گسترده مواجه است. قحطی که می‌تواند بدتر از کمبودهای غذایی باشد که جهان طی 40 سال گذشته در اتیوپی شاهد آن بوده است. آنها تأکید کردند که ارسال کمک‌های بشردوستانه برای غیر نظامیان سودانی از سوی گروه‌های متخاصم درگیر جنگ داخلی در این کشور مسدود می‌شود. در همین حال تدارک های تسلیحاتی برای هر دو طرف همچنان ادامه دارد. به گزارش گاردین، در بحبوی تمرکز جهانی بر جنگ غزه و همچنین اوکراین، سودان شاهد یکی از بدترین بحران های انسانی است و به سمت یک فاجعه تاریخی پیش می رود. آژانس توسعه بین‌المللی ایالات متحده اعلام کرد که 17 میلیون و 300 هزار نفر در افغانستان به کمک‌های بشردوستانه فوری نیاز دارند. در گزارشی که از سوی این آژانس منتشر شده، تعداد کل اتباع افغانستان که به کمک‌های بشردوستانه نیاز دارند بالغ بر 23 میلیون و 700 هزار نفر می‌باشد و خاطر نشان شده که با اخراج مهاجران افغانستان از پاکستان، بحران انسانی در افغانستان بدتر می‌شود. این گزارش حاکی از آن است که بیش از 610 هزار افغانستانی طی 9 ماه گذشته از پاکستان اخراج شدند که این امر نیاز به کمک‌های بشردوستانه را افزایش داده است.